سلام دوستان گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام براتون بولانی تنوری درست کنم، یه غذای فوق العاده خوشمزه. آرد 400 گرم دو پیمانه، آب 1 پیمانه، نمک نصف قاشق غذاخوری، روغن مایه 2 قاشق غذاخوری، 600 گرم سبزی، 2 دسته پیازچه، 2 دسته گشنیز، 5 عدد سیب زمینی 800 گرم، کره 30 گرم، فلفل قرمز نصف قاشق غذاخوری، نمک نصف قاشق غذاخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چای خوری. دو پیمانه آرد معمولی رو علق کردم. نمک رو بهش اضافه میکنم. آبو کم کم اضافه میکنم. من از آب گرم استفاده میکنم. اگر که شما دوست داشتید میتونید خمیر مایه هم بهش اضافه بکنید، اما من این کار رو نکردم. روغن مایه رو کم کم بهش اضافه میکنم و 5 دقیقه برزش میدم. اینو اینطوری پارچه تمیز روش انداختم، میذارم یک روب استراحت کنه. سیب زمینی رو آب پس کردم، پوستش رو گرفتم و الان لهش میکنم. کره رو بهش اضافه میکنم. نمک و ادویه رو اضافه میکنم. سبزی رو بهش اضافه میکنم. یه مقدار از سبزی رو نگه میدارم. دوباره نمک و فلفل بهش میزنم. جداگونه درست میکنم. اگر که خواستید مثل من یه مقدار سبزی رو جداگونه درست کنید، یه قاشق چای خوری فلفل قرمز، به همون اندازه فلفل سیاه و نمک رو بهش اضافه میکنم. کنم
واقعا دیگه بهش نمیزنم. اگر که شما دوست داشتید یه قاشق غذاخوری روغن مایه رو بهش اضافه کنید، یا کره یا روغن زیتون، هرچی که خودتون دوست دارید. بعد یه مقداری بردش میدم بمیشه. خب اینم بعد از 15 دقیقه استراحت که به خمیرم دادم، یه مقدار آرد روش میزنم. همه‌شون رو به این شکل آماده کردم. به این شکل خمیرها رو با وردنه دونه دونه باز میکنم. هر بار که باز میکنم آرد بهش میزنم. آرد باعث میشه که خمیرتون به راحتی باز بشه. به این شکل. اضافه آردا رو میزنم کنار به این شکل. از مواد میریزم روی خمیر. خب من سینی فرو چرب کردم و دو تا گذاشتم روی سینی فر و الان یه مقدار روغن میزنم روشون. فر رو من مثل همیشه به درجه 250 سانتیگراد گرمش کردم. میبرم بولانی ها رو میذارم طبقه وسط فر. مدت پختشون 10 دقیقه هستش.
در حدی که روشون چرب بشه دیگه. میبرم که بذارم طبقه وسط فر. اینم سبزی دیگه روشون روغن نمیزنم، همینطوری میبرم میذارم داخل فر. خب بعد از اینکه از فر آوردم بیرون، این سبزیایی که بهشون روغن نزدم یه مقداری کره میزنم. اگر که دوست داشتید بزنید، اگرم که نداشتید که دیگه هیچ. دوستان نازنینم، بولانی خوشمزه تنوری آماده شد. بفرمایید نوش جان. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این غذای خوشمزه رو برای خودتون درست کنید و از خوردنش لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. خیلی داغه بچه ها.